بارش شدید باران طی روزهای اخیر در هرات دست کم 100 خانه مسکونی را تخریب کرده است. والی هرات در گفتگو با آریانا نیوز میگوید برای رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان یک کمیته مشترک دولتی کار خود را آغاز کرده است. از سوی هم شورای ولایتی هرات از عملکرد ضعیف حکومت در رسیدگی به چالش‌های آسیب دیدگان شکایت دارد. همکارم حسین نیک‌ها گزارش می‌دهد. مقام های محلی هرات می گویند در جریان بارش باران طی دو روز اخیر در این شهر دست کم 100 خانه مسکونی در شهر قدیم هرات تخریب شده یا به گونه جدی آسیب دیده است. افزون بر شهر هرات، بارش باران و برف در برخی ولسوالی ها نیز خسارت هایی را به بار آورده است. عبدالقیوم رحیمی والی هرات در گفتگو با آریانا نیوز میگوید یک کمیته متشکل از نهادهای گوناگون حکومتی برای رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان کار خود را آغاز کرده است. دیروز کار خود شروع کردیم. ما ادارات مربوطه را در بند پاشدان بودم که هدایت دادم که به کلی مناطقی که سیل آمده اونجا هیئت اعزام کنه. وسایل رفته تقریبا در 6-7 نقطه ما جایی که آب زیاد بود و جای را پاککاری کردیم. بارش باران از بامداد روز یکشنبه در هرات آغاز شد و تا شامگاه دوشنبه ادامه داشت. در پیان بسیاری از خیابان‌های شهر، حتی خیابان‌های مرکزی زیر آب فرو رفت و به برخی منازل مسکونی نیز آسیب رسید. شورای ولایتی هرات از عملکرد ضعیف حکومت در رسیدگی به مشکلات آسیب دیدگان شکایت کرده و مسئولان حکومتی را به بی‌پروایی متهم می‌کند. مشکلات هست، رسیدگی کرده نمیتونم به مردم، موضوعات حاد در نادیده میگیرن تا یک پیشنهادی که بیه ولایت تا حکم گرفته شه تا خلاص 4-5 روز در بر میگیره. ما همیشه تلاش کردیم، دادخواهیار کردیم که مسئله اصرار یک حق اولیت حکومت بگیره. در همین حال مسئولان شهرداری هرات میگویند کارمندان این نهاد با وجود مشکلات زیاد و نبود امکانات فنی در تلاش هستند با آسیب دیدگان امداد رسانی کنند. آمادگی به خاطر تا حد امکان جلوگیری از تخریبات در سایه و کمک رسانی به مردم همسال روی دست داره تا مشکلات مردم بتونه حل کنه. امسال هم ریاست شهرولی هرات پرسنل زود در بخش آمریت تنظیف آمریت های مطرب نوایی 15 گانه شهر هرات آمادگی قبلی دارن. با این همه ریاست مبارزه با حوادث طبیعی هرات میگوید کمک های فوری به زودی برای آسیب دیدگان توزیع می شود. این نهاد تاکید دارد بررسی خانواده های آسیب دیده در شهر و ولسوالی های هرات آغاز شده و کمک های غذایی و غیر غذایی به زودی با آسیب دیدگان توزیع خواهد شد.